حقوق زنان در ایران فردا، آزادی ها و حقوق اساسی، نفی تمامی اشکال تبعیض علیه زنان. زنان در انتخاب محل سکونت، نوع شغل و تحصیل آزادند. زنان از حق انتخاب آزادانه همسر، حق انتخاب پوشش، حق مسافرت آزادانه، حق خروج از کشور، حق کسب تابعیت، حق تفویض تابعیت به فرزند، حق طلاق، حق حضانت و حق ولایت بر فرزند برخوردارند. برابری در مقابل قانون. زنان در مقابل خشونت، تجاوز، تبعیض و نقض آزادی به راهکارهای قضایی مطمئن دسترسی دارند. زنان از حق برابر با مردان در دادخواهی برخوردارند. در دادگاه اعتبار شهادت زنان با مردان برابر است. آزادی انتخاب پوشش. زنان در انتخاب پوشش خود آزادند. قانون حجاب اجباری لغو می شود. مشارکت برابر در رهبری سیاسی. زنان از حق شرکت در تعیین سیاست‌های حکومت و اجرای آنها و به عهده داشتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح حکومتی برخوردارند. به طور خاص زنان حق مشارکت برابر در رهبری سیاسی جامعه را دارند. برابری اقتصادی. زنان دارای حقوق مساوی با مردان در برخورداری از سهم الارث، همچنین در انعقاد قراردادها و اداره اموال هستند. زنان از فرصت‌های مساوی با مردان در دسترسی به مسکن، تغذیه مناسب، خدمات بهداشتی، تحصیل و فعالیت ورزشی و هنری برخوردارند. برابری در خانواده. زنان حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر، ازدواج و طلاق دارند. چند همسری ممنوع است. ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در زندگی خانوادگی هر گونه اجبار و تحمیل به زن ممنوع است. مسئولیت‌های خانوادگی همچون خانه‌داری و نگهداری از کودکان، فعالیت شغلی و آموزش کودکان، مسئولیت مشترک و برابر زن و مرد است. زنان باید از حق حضانت فرزندان خود برخوردار باشند. به کار گماردن دختر بچه‌ها قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. آنها از امتیازات ویژه در زمینه آموزشی برخوردارند. تفتیش و دخالت حکومت در زندگی خصوصی زنان ممنوع است. منع خشونت. اشکال مختلف خشونت نسبت به زنان، اقدام‌های تهدیدآمیز یا محروم کردن اجباری آنان از آزادی‌هایشان جرم محسوب می‌شود. منع بهره‌کشی جنسی. تجارت جنسی ممنوع است. قاچاق زنان و واداشتن آنان به تنفروشی جنایت است و عوامل آن تحت تعقیب قرار می‌گیرند. قوانین ننگین و موهشی نظیر سنگسار برخواهد افتاد. منع هر گونه بهره‌کشی جنسی از زن تحت هر عنوان. کلیه رسوم و قوانین و مقرراتی که بر طبق آن پدر و مادر، ولی، قیم یا دیگری، دختر یا زنی را به عنوان ازدواج یا هر عنوان دیگر برای تمتع جنسی یا بهره کشی به دیگران واگذار می کنند، ملغا هستند. اینها دیدگاه های مریم رجبی درباره زنان در ایران آزاد فردا هستند.